و روح ما
اینجاست ما نجات پیدا بر نفس ما هنوز بی‌نظم، نفس ما هنوز مریض شکست هست، درهایی هست، خاطراتهایی بعدی هستن که ما رو برای کنترل می‌کنن، زندگی خودمون رو کنترل می‌کنن. من فکر می‌کنم همه شما، من هم می‌تونم بگم همه ممکن تر شهادت بگیم چطور ما ایمان رو بگیم بعد از یک مدت ببینیم همه چیز هم فکرها ما قاطی میشه، سوال میکنی، جواب میدی، شکهایی میاد، بعد از اتفاقاتی درونی میفته، یهو میبینی خشمهای درونی وجود میاد، زمانی میبینی که همه مثلا چیزایی که رفت به انسانیت کنم هست درسته، تو بهش نشون میده، و بعد از یک مدت میبینی که ناآروم هست به چیزا از دست دادی، و بعد اینجا میبینی که عیسی مسیح میگه من آمدم شکست دلان رو به اعتماد بخشم، اسیران رو به راستگاری و محبوسان رو به آزادی پیدا کنم. یعنی از زندانهایی که ما اونجا افتادیم عیسی مسیح ما رو آزاد کنه. زندانهایی که خود قفسهای خود درست کرده، قفسهای دنیا درست کرده، قفسهای پدرمادران درست کرده برای ما، و قفسهایی که خود درست کرده به خاطر تجربه قلبی، هر تجربه منفی در زندگی ما اتفاق بیفته خصوص یه چیزی میسازه، ما باید خودمون رو محافظت کنیم، درسته یا نه؟ پس این آمین. ما باید خودمون رو محافظت کنیم، مخصوصا در زمان بچگی که هیچ اطلاعی نداره زندگی، و اینجاست که اتفاقاتی توی زندگی ما میفته تاثیر میذاره، و بعد از اینکه ما ایمان به عیسی مسیح بیاریم و حالا این رو ادامه میدهیم حل میشه انسانی میخوام رو تصدیل دارم، فقط
خدا میگه که اینجا دخالت نمی کنم. من باید این رو تصدیل بدم. من باید این اینجا رو برسیدم که با هم اونجا آزاد بشه. حتی من اونها به شما اجازه ندارم دخالت کنم. جز از اینکه با هم اون رو دوست سفر کنم. اگر ما کار خدا رو در این برادا و در این خواهر چیزی کنم. خواهر رو کنم. و بعض از اینکه میبینید که مثل علی هم که نگاه کنیم دوستاش آمدن فقط این تو مشورت با زور یه چیز را بشه چیم که خدا میگه که من اینجور کار دارم. من آخر باید بیان خودم رو باشه بکنم. من باید رو صحبت کنم. روان استعداد من رو شیدی مومده گرفت بیدی که حلق فرمان خدا و توی رو کنم بازگرش کنم. پس میگه که جلد رو من خدا رو پسنی داشتم تا قرار دارم برای ما تنهای سمیون و به پیشان بخشم تا چی به عوض کار خداست. خدا رو خواهد که شفا بده. اندرون تو رو نگوز کنه. همیشه رو بازسازی کنه. فسور رو یواش یواش قرار میگیره. بعد از این یکی تاجی که بر وضع خاکستر. ما هستیم که خودمون رو خاکستر بودیم. خودمون به خاطر اعلامه منفی. به خاطر دروغهای شکایی که ما تو زندگی میکنیم. یا اینو گذاشتیم. این خاکستر. خاکستر قرار به خاک مثل سمبول مرگ. ما هستیم که خود رو نرمیم. ما هستیم که اعلامه منفی رو به خود مزید چی صحبت اعلامه نمیتونم این سرود ها چی گفتیم هم برد کنم دارو میشنسیم با این حال دوستم داریم و زمانی که خودت رو نگاه کنیم ببینید که پر از صحب از پر از پر از مشکلات هستیم با فهم بکنیم با تمام قلبه با عقله که خدا که در من عاشقانه دوست داره این است که رو تبدیل میکنم از تاج رو به عوض خاکستر و روغن شاهنامی رو به عوض روی گلی و ردای تصویر را به جای روی کدورت تا ایشان به رفتان ادالت و محفوظ خداوند به جهت به جهت جهت و به جهت همجید به نامیده شد. یعنی خداست که تو رو بازسازی میکنه اندرون تو رو درست میکنه پوست رو درست میکنه نفسی رو شفا میده و نفسی شفا میده بدن رو شفا میده بعد از این همه کار رو میکنه و بعد از این رو مست میکنه تا تو درخت ادالت خدا یعنی تو افرادی که تو رو نگاه میکنن من خدا رو جواب بدن و همه اصلا تو رو به چشم رو جواب بدن زمانی که میگه تو چه کاری در تو زندگی در اندرون چقدر آزاد شدی اتوماتیک در هر مباشره خدا به تو میبخشه هر چیزی که خدا در تو از این فهمی از این فکر از این روح آزاد میکنه باعث چیزی شاد پرسته شده هر جایی که خدا دست میزنه پرسته شده آمین به این خاطر ما درست متوجه میشیم زمانی که ما میگیم که عیسی مسیح میگه بیا و پیروی کن ما میگیم پیروی کردن آها اما پیروی کردن باید اجازه ندارم دیگه این کار رو میکنم اجازه ندارم اون چیزی رو میکنم محکم رو باید بگذارم دهنم باید اینجا ببرم نمیدونم هزار تا چیزهایی باید بکنم نمیکنم من میتونم بگم میدونی چی جلوی تمام این نبوتهایی که عیسی مسیح رو گفت جلو چی نیست چون پیروی کردن یعنی آزاد شدن از خوده آزاد شدن از این بتهایی که ما خودمون میسازیم آمین. یعنی ما معمولا باید دیدیم زمانی که مباشره شده معمولا باید افتخار کنیم عیسی من بخوانده من اجازه دارم رو پیروی کنم چه افتخاری هست من اجازه دارم خدای زنده پادشاه پادشاه رب و ارباب رو پیروی کنم شبیه رو بشم چه افتخار بزرگی است به این خاطر کتک بخورم من رو کتک کنم هر چیزی باشه من میدونم که کی من بخوانده من میدونم هر از زندگی من چیه این چیز شاگردسازی عزیزم شاگردسازی چرا ما میگیم جلسه خانگی مهمه بیای زندگی هدفمند رو که واقعا یه فوکوسی داشته باشه بیای واسه جلسه خانگی چرا خانگی نه اینجور خانگی بیای اینجور
خانگی یعنی شاب احساسی یعنی دیگرم کردن یعنی اینجا روانگرم می کردن یعنی اینجا کشتون کنید روی شما کار کنید رو مدرس روی شما کار کنید پاشستن و این نمونه رو بزرگان زیباتری نمونه ایسان از این باشه همین کاری که کردن پایه شما رو شستن شما بینید الان پای دیگرم رو بشید پیروی کردن به ایسان مسیح یعنی اجازه دادن همینطور هم بالا شسته بشه من خودم رو خودم کار کنم خودم تفتیش کنم یاد بگیرم و همین یادم روشن کنم من میخوام اون درست خصوصی داشته باشه که کار خدای این عزیز من شما از بردهای خودتون آزاد در بردهای خودتون من رو دوید چه هست و ما خدا رو این بردها میسازیم دوباره بگم بود یه چیزی هست که تو جای مسیح بوده در ایسا هست جایی که تحت دوست را بزیده اما همه چیزی می باشه خود دوست می باشه شد اما همین قسمت که در مطمئن اینجا جایی شد هر کسی که در مادرش رو اینجا جایی که در مادرش رو من خوهرش رو برمش رو خوهرش رو و خودش این کار ما همه چیزی که توی زده کنم این برابر برابر See you.
نشانه تقصیل کردن یا و این کمانتها در نوش پر شده و به این خاطر از آن نمی کنید در قبضی شوهر شما نمی که ای هم چرا گریانی و چرا نمی کنید و دل چرا امین است آیا من برای تو از زهر به سر بکر هستم؟ نمیگه که این بچه داده میشه در این محبتی که تو رو دادم این محبتی که برای تو دادم آیا کافی برای تو نیست؟ فقط چون هانانیا فقط چون هانا زخمی بود درد داشت احساس ترچیدی میکرد زخمی بود و همین کنم توبیمانی میشید و دایمان این پیدیار نگاه کرد بچه ها نگاه کرد بعضی از همه دیگه نده درد شاهر چشم و همین باقی بچه ها چیز بازی میدن نمیتونست این محبت رو بپذیره به نفاسه نه هیچ جوابی هم اونجا خودش نداده زود رفته شهیه ها اونجا یه هیکن دیگه هم کامل هم اونجا رجسته بود کامل رجسته جیگی بود اونجا رجسته بود به همینطور شروع کرد به دعا کردن دعا تو خندش دعا میکرد که با زبانش همینطور رو زهزه میکرد و اینجا خودش اینجا رفت در قایم خودی آزاز میگه و هنا به تلخی جان یعنی تلخی رو به خدا میشه در حالی که به سوز دل به درگاه خدا هم دعا میکرد زار زار گریه میکرد یعنی درد شدید داشت اولا تمام تسلیح رو هم می آمدیم اولا نه فقط شوهرش اولا افرادی می آمدن تسلیح می دادن فایده نداشت می رفت تو می رفت تو نفس خودش اینجا زرد شده و اینجا گفته در همه حال نظر کرد و گفت ای خدا من متعال و کنیز خود نظر کرده در من رحمت من من را به یاد دارم یه جایی رسیده بود که واقعا احساس میکرد از این آسمون بسته هست آیا واقعا من میشنویم؟ آیا صدای من میشنویم؟ دعایم را بپذیر و پسر به من عطا فرما و قول میدهم که او را دفت به تو کنم در این زمان به یه جایی قرار میدید یعنی جایی که واقعا تنگه اون موقع هست که شروع کنید به دعا کرد بعضی زندگی من میبینیم با من احتیاج با من میکنم دارم این بچه به من بده که با من احساس کنم حیات دارم احساس کنم من رو پذیرفتی احساس کنم از این لعنت نیستم این بچه این حامل شدن باربر شدن نشانه رو پذیرفته شدن همینطور که خود از من، از ترفیق، از اینکه مدوجه
میکنم به حال شکسته دل و از این چیزها بود که آنها با من درد گرفته بود و احساس برداری دعایی میکنه احساس میکرد که با من نه فقط این سیخونت هایی که این زن هلینیا میشه بود نه این تومت هایی که میشه بلکه بیشتر احساسی کرد که خدا به ما چیز نکرده منو قبول نکرده. خیلی جالبه که اینجا ببینید که هرچقدر شوهرش هم سعی میکرد بهترینش رو بشمان کنه بهترینش رو توجه کنه نگاه کنه و بعد ببینید داستان بگیرید خیلی احترام میذاشت و فقط چیزی میشه راستی میشه یه چیزهایی در میشه یه زحنان بدن میشه که نمیتونه بپذیره در این با درس و ترمیم میشه چیزی در ترمیم یه چیزی هست که خود باید بسکن میاد بعد از این دیگه میاد که زمانی که این چیز رو صحبت کنه دیگه میاد میگه که به سلامتی برو و خدای اسرائیل رو مسئلتی را که از اون طلب نمودی تو رو عطا کرد یعنی مثل اینکه خدا از طریق ایلی گفته برو خدا دعای تو رو شنیده و عطا خواهد کرد اینجاست که زمانی که خدا توی دنیا صحبت میکنه اونجاست که تقدیمهای انجام میشه و آنها گفت از لطفی که به این کنیز داده تشکر میکنم بعد آنها به خانه خود رفت خورد و نوشید و دیگه آثار هم نمیشد دیگران آساس هم نمیشد اونجا این ترجمه شده دیگه نمیشد یا باشه شما توی این دیگه نمیشد در دیگه آساس هم نمیشد دیگه ترشو نم دیگه از هم یعنی تسلی های گرفتی به وسیلی که به وسیلی نمی باشید کامه نمانده و خداست و خداست شرک می کنند بعضی فکر خداست که چیزایی که کسان می کنند Yeah.
بیشتر در آدمی فکر کنم دعا کنم چی و خدا چی و چه چیزی هم و زمانی که بگم که این زن رفت و اونجا خودش رو خالی کرد این خالی کردن یعنی باید اعتراف کنیم خدا بعض من خرابه در این جاهایی هست که قرار که من نمیتونم آزاد بشم در این قسمت ها فکر من رو قلب من احساس من قشم من هر قسمت هایی میتونه باشه حسودی البته خیلی جالبه که این زن گریان حسود بود ده تا بچه دار حسودی میکرد به هانا محبت شوهرش اجلاس حسودی میکرد یعنی دردش میکرد که ده تا ده تا بچه داره خودش هم دو تا زن هایی هستن یه از همدیگه حسابه میکنن راضی نیستن نمیتونن راضی بشن چون اگر خدا ببینونه اگر خدا ششنن رو در نفس تو نه برگه تو بلکه در نفس تو کار کنه فایده نداره همه تو فرقی میمونه و هدف رو بده که تا چی به جای خاک سر رو ببینه و این فرق فرق میشه زمانی که ما این دوران رو سخت رو بزنید و شفا گرفتید و کلام خدا رو به نام و طبق جالبش اینه که نگاه به زمانی که ببینه که چیز خانم الان این بچه رو به دست آورد اما نگفته که خانم این بچه مال من اما این برکت این چیزی که گرفتم مال من بلکه این قولی داده بود اما یه چیزی به وجود آمده بود دیگه وابسته به بچه من که به دیگر این بچه و از این بچه یک بوتی نسازه در خودش چون بچه دار نمیشه ما تصور کنیدیم این همونجی که هستیم که اینجا شاید ساعت رو کشید بچه دار شده زمانی که بچه دار بشه یه کسی که میگه بچه دار بشه واقعا این سنگ بچه نگه داره فقط چون خدا کاری در اینش انجام داده چون زنده کرد این نفس رو زنده کرد اون موقع که واقعا آمد پیش همون ایلی و گفته که من از خدا من تقاضای یک پسر کردم و او دعای هم رو مستجاب نمیدونه در این پسر رو به من عطا کرده حالا میخوام او رو وقت خداوند کنم که تا زنده هست در خدمت او باشه بعد از این وقت شروع کرده به هستش کرده جالبه میدونه اونجا پسرش رو میده بعد از اینکه صحبت ها میدن اونجا تو مناشی میکنه به هستش کرده و شما بزاره کرده که کسی هست آزاد شده بابا میدونه نمیدونم هستی یا نیستی این میتونم بگم زندگی توست تحقیم من زندگی من تحقیم کنم مطمئن از همه صد دست وقتی اینجا چه احتیاج داره که خود دخواهد کنه خود بیان در نفس رو آزاد کنه این حسین رو درست کنه در و رنج رو کشید و این کاوسایی بگیدید همه چیز چون همه چیز هم نه محبت رو دریافت کنه بلکه میتونه محبت کنه
که بعضی بعد از اتفاق اتفاقات پنج بار دیگه بارور شد و سه تا پسر و دو تا دختر نتیجه شهباز فرزند شهادتی هست تو همین کلیسا هم هر دو سه هفته پیش بود یه برادر را بود اسمش هم نمیگم چند تا شهادت هست من میدونشم این دوش برد بگم که مدرده بشید قبل سه هفته پیش بود چهار هفته پیش بود گفته برادر رو کنم شما صحبت کنم من از این میشنم هم درست نمیدونم الان اینجا هست از نفر اجازه کنیم چیز رو کنیم که کسی سوژه میشنسه فقط برای یه چیز برای برگرد کلیسا است و ببینید که چه اتفاقی میفته چه سرنوشت هایی میداشت چه تک گذشته هایی میداشت اما اینجا داشت چیز رو میگفت چیز رو میگفت برای باور کلافه هست اصلا همه چی کنم اصلا نمیتونم یه اصلا درست میتونم زندگی کنم این فکر ها این چیزها شبا میتونم بخوابم چی شده؟ گفته زمانی که من یک سال بود در تعبیر من که یک سال گرفته پس فقط از روز بعدش پدر مادر از من جدا شدن طلاق گرفتم مادر که از این موقع سریش رابطه دیگه با من نداشت بعضی من اما گذشت کردم توی بگم پیش اما اونجا بزرگ شدم بعد از یک مدتی اصلا پدرش اینجا اومد کار میکرد اهل نداشت بعد از یک مدتی رفت پیش پدرش این پدرش را یه زن دیگه گرفته و این زن دائما مخالف این پسر بود و میگه که اون رفت من ناراحت میکرد و هر وقتی که اینجا گرفتم از خونه بیرون میکرد پدرم که چون میرفت مسافرت از همه اطلاع نداشت گفته توی زمستون بود و توی تابستون بود نه توی زمستون بود که سخت بود من همین کتابی چیزهای لباسهای مهمان در باز میکنم بیرون میکنم و میرفتم تمام اون چیزا خیابان ها دارم نمیسن چه کنم ده سال شد من تصور تو خیابان چه اتفاقات افتاده چه سر را به خواست از تجاوز کنه ده ناهه و میگه این دارم بیا جلوی چه چیز منه نمیتونم زندگی کنم امکان را آزادی کنم دوما پدر مادر جامعه همه خراب کرد و این تو فرم موضوع میشه و از فقط من هم آن نمیتونم من کی اساس میکنم خدا ما نمیتونم فقط من که فقط دعاها شش گرفتم من دعا کردم و بسیدم و هم خدا یادم کنم و نبوتون و چیزایی ندارم که ایلی اینجا نبوت کرد با نبوت کردن آزاد شد چند روز بعد که آمد پیش من گفته که مرسی من آزاد شد فقط این اسمم این لاروهای اوله و چند روز چیزایی هم هست که من باید جدا رسیدگی بشیم ما زندگی رو دعای من تا آخر اون رو باید لایه باید خداکار کنم بچه ها آن این چهرش میکرد میدرشد این تجربه ما در این اساس هم تجربه خود شده زمان این چیز رو آمدن چیز رو شهاده این همه نشانه اینه که ما مریضی ما احتیاج به کمک داریم اگر زندگی خودتون رو باید بکنیم من زندگی من دیگه بس خود بوتی ساختی و میریم اونجا شفا میبینیم پیدایی کردن به ایسان هست که فیض از این دهت بزرگ است جنس بازی از کجا میاد؟ الان جامعه این چیزهای غرب نیست که میکنم یا که خود نوبان بچه یه چیزی که در این نوبان هم جنس بازی از کجا میاد؟ بعضی از این واقعا یک بیماری توشه یک چیز جنیتیکیه پر جنیتیکی نمیتونه باشه که الان تو تمام دنیا قد فوش شده از جنس بازی داستانهایی که راهایی که میکنم این زمان این بیشتر این خبرهایی که از پسر من میدم دختر از پدرشون
به دست آوردن. این خرمایی که پدر عنوان پدر باید بچه رو به هر حال تمام سیدی بگم بیس بوده، یعنی هویت بده، یعنی ایشان وقت بزاره مفرد ایلان کنه تو کی هستی، تو کی چی هستی، و با این حال بچه رو بزرگ کنه. ما در اولی قسمت هایی هستی که بتونه محافظت کنه، نگهداری کنه، تسلی بده. فقط مرد یا شوهری که هویت میگیره میخواد این پدر آسمونی ما نخواهد، این مرده خدا بگید این نر و مادر هست. فقط زمانی که ما پدر نشانه این که از پدر که حیات جاری میشه به این خواهد بگید پدر، چون خدای واحد خدای است که حیات جاری میکنه به ما سیستم کنه، خدای است که میگیره به ما به دنیا آمده. به این خواهد ما پدران اونقدر بچه هامون مخصوصا در ایران در کشورهای افغانستان که اطلاع از این چیزا رو دارن بچه ها بگیرن. شاید فرق رو داری بره به مادرها و خود اون فرق رو مشکل کار بودی که اصلا نگهداری اون هویت ایشان نباشه و چرا همجوری سازی به وجود میاد، چون این بچه نه فقط همه بچه ها، بعضی بچه ها زمانی امنیت مرد رو پدر رو داشتن به این محافظت پدر رو داشتن و پدر چیزی مصبتی رو زندگی اعلام نکرد، به این حالت دائما ناخودآگاه دنبال مرد هستن که من رو تسلی بدم و در آغوش بگیرم و هویت بدم. به این حالت همجنس باز و من دارم زنهای همجنس باز در وجود کمبود محبت و مسیحایی هم هستن که همجنس بازن و دائما کشیده میشن و میخوان چه روشه بگیرن و نمیشه، میخوان درست به زمین هم و مرد از اجازه هم در این کشیده میشن. این کشیده نه با خاطر که تو اول محصد خرابه، نه، چون نیازی هست و احتیاج داری که فقط این مرد میتونه به تو پر کنه. و زمانی که این شخص متوجه بشه که اون پدر آسمونیه، اون محبت روز، او را احتیاج داره، او هویت من میشه. زمانی که او وصل میشه و محبت پدر میاد، اون موقع دیگه میبینی به راحتی سر آزاد میشه از این فکر و از این احساسات همجنس بازی، چون همجنس بازی فقط سکس نیست، همچنین بازی بیشتر من میخوام کسی من در آغوش بگیرم. بیاد ببینم این نفس ما اونقدر حساسه، اونقدر لطیفه، کوچکترین چیزا رو زود عکس‌العمل میکنه، زود جواب میده. مادر بودن میبینن یا در
سرمیدن یا در همان مخصوصا در این هم بیستوی بیستوی رو در مهان یعنی تغییر تغییر چشمی پیشرفت ترقی شغلی ترقی شغلی یعنی یه جایی چیزی به دست بردم از این میتونم بگم که هر من مثل یک قدرت میدم قومیت من این کجا هستم چه چیزایی هستم من بودم برای مادر یا همسر نه این همه چیز از دید ما هم دید میگه دو همه میده باشه و از دید خدا درست نیست قومیت این زن باید همینطور پدر باشه نه همسر باشه نه این چیزایی دیگه باشه نه محامل باشه بلکه پدر این محبت پدر اینجاست که تحصیلش اینجاست که زمانی که هم مثل هانا این چیزایی که در ما اتفاق میفته که ما آزاد میشیم از تمام این بودهایی که ما برای خود رو میتونیم بسازیم همینطور هم برای مرا ما هم همینطور دنبال پول هستیم دنبال چیزایی هستیم که ببینید چرا من موفق هستم ببینید این من هستم ببینید دو میلیون چیزی که من هیچ چیزی نداشتم الان دو میلیون ثروت دارم هویت من اینه این من کردم و هیچ موقع راضی نخواهم شد و پولش رو چه کرده از پولش رو یه بوتی دارم یا نه اما خیلی چیزهایی دیگه هست و من میکنم اون صحبت کنم و کسی که در این حال زندگی میکنه کسی که خودش رو پیدا میکرده نمیتونه صدای خدا رو درست بشنوه مثل اینکه زمانی خدا صحبت میکنه مثل اینکه پارازیت های هست سرصدا هست نمیتونی درست بشنوه چرا در خدا من اینجا قرار نگرفته و اونجا سیزده از بر خدا صحبت میکنه یه چیزی میبینه خدا یه چیزی که دیگه یک تصمیم دیگه برای تو روشن میشه یا باز میشه که از خدا نیست و این آیه که خیلی همه ما اطلاع داریم فقط فکر کنم یه عمری همه یه چیز عمری خدا هست نیمی که مثل مثلا که من راه راستی و حیات هستم هیچ کس هیچ کس نزد پدر جز به من و به وسیله من نمیآید من آمدم شما رو دایما میبینید من آمدم شما رو با پدر و پدر آشنا کنم هر کسی من میبینه پدر رو میبینه و بعد از اینکه عیسی مسیح که صحبت میکنه میگه آمین آمین به شما میگویم پدر که میبینم که پسر از خود هیچ چیزی نتواند کرد من دارم آنچه ببینم که پدر دایمان این حال بود به این کاری میتونست زندگی موفق داشته باشه چون میدونست خودش در پدره هویتش پدر بود خودش میدونست کی هست و میدونست زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر رو میکند زیرا که پدر پسر رو دوست میدارد اینو ما میخوری میتونیم تا پدر باید ما میپست این که مسیحی درسته پدر پسر رو دوست می‌دارد و همه چیز رو به پسر می‌دهد و راه رو نشون می‌دهد یا و هر آنچه که خود می‌کند به او می‌نماید پس عیسی مسیح خودش آگاه بود از محبت پدر پدر پسر رو نگفت که پدر من دوست دارد پدر پسر رو دوست داره به این خاطر پوزشی که در مسیح بود کامل بود او صالح بود او خداست و خدا آمده همون نفسی که کامل بود و زمانی که مامیه بود عنوان خود من قبول به زمانی که میگه به اشعار قرار داره که این سلامتی این شفا و هر چیزی که نفس را تجاره به دست میده به اضافه که بتونه به زندگی روزمره ما روز کار کنه و ما را تبدیل کنه
ولی معجزه امروز که چند مدتی هست که در آنشم کسانی که روزای شنبه مورد دعا دعای صبحان فرصت اونجا دعا میکنیم و خیلی همینی دستان دعا میکنیم خدا را با من کلیسا را آزاد کلیسا را شهاده کلیسا را داره یعنی واقعا از این را کلیسا با من کلیسا شهاده خیلی چیزی را در تو هست که تا داری خواهد از تو جهرانی کنه برده که تو آزادش بخواهد هم نکنیم و زمانی تو می و چیزی که واقعا احتیاج مثل خانه که رفت حتی شوهرش بخورم من محبت کنم داریم و گفتی نمیتونم من احتیاج به محبت تو هم دارم من نمیتونم من احتیاج به چیزی دیگه دارم من احتیاج دارم که ملاقات با خدا داشته من احتیاج دارم که خدا بشم خدا در من کار کنه امید تو انسان هستم ما اینجا خواهیم هستیم خدمت میکنیم امید من نباشم شهاد از من هم احتیاج دارم من بعضی از سازدار داری زنم دارم این مشکل های رو زرم هست از این چیزو باید بازاز باید میکنم هنوز میدیدم که اون مرد که تو میکنی هنوز نیستم هر خدا را اجازه میدم روز میدیدم دعا میکنم خدا برای این مهمه و هم که دارم این کلیسا کلیسا آرمان رو با من احتیاج به شهاد آزاد داده به این خاطر تشکیل میکنم میگم که جلسه خانه چیزی خیلی مهمه یا جلسه شاگردسازی مهمه شاگردسازی مساوی آزاد شدن نفس خوده یا بزنیم شفای بزنه نفس خوده یا باشه باشه سوال میکنیش
سرود با هم بخونیم. اگر دوست دارین میتونین همینطور در دعا بمونین، بعد همینطور این سرودو که میخونیم اگر با آن احساس میکنی خدا با تو صحبت کرده و احتیاج به این مثل هانا احتیاج داریم بیاین که خودتون خالی کنیم، میتونین بیاین هم زمان که اینجا سرود میخونیم، میتونین بیاین پایین اینجا همینطور زانو بزنین، خودتون خالی کنین، هر چیزایی که هست، هر چیزایی که تو رو یا سنگین کرده، هر خاطراتی هست که الان میبینی که فکر میکنی آزاد نمیشی، الان تو این سرود که همینطوری که میخونیم میتونیم بیاین جلو خودتو خالی کنیم. الان زمانی هست که روح القدس، اون روح خدا، روح پدر، محبت پدر میخواد تو رو احاطه کنه. Hallelujah. Mm-hmm.
مرسی خداوند. اون ایستاد جلوی در قلبت ایستاده و میکوبه. در قلبم را خداوند برای تو باز میکنم، تنها تو میتوانی مرا کامل آزاد کنی. آره درب خود دل مرا روشن کن، با محبت پدرانت پرام را بردار. بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا روح خدا، بیا روح خدا، بیا روح خدا، بیا روح خدا. با خون پاک خود گناهانم را عظیمت دیوارایم را فرو ریز. با صدای نرم خود مرا از قبر بیرون آر، زخمهای نفس مرا با فروتنیت ببند. بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا روح خدا، بیا روح خدا، بیا روح خدا، بیا روح خدا. با بوسای آسمانیت کوری مرا شفا بخش، بگذار با چشمانم زیبایی تو را ببینم. هر بند دوستانت مرا بکش به سویت، بگذار در آغوش تو باشم آن که هستم. بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا عیسی بیا، بیا روح خدا، بیا روح خدا، بیا روح خدا، بیا روح خدا. دوست دارم عیسی، دوست دارم عیسی، دوست دارم عیسی، دوست دارم عیسی، میپرسم عیسی، میپرسم عیسی، میپرسم عیسی، میپرسم عیسی. دعوت میکنم بیا این جلو، اجازه بدیم اون رو روح خدا تو رو احاطه کنه. هر تصویر اشتباه از خودت داری، حتی میگی که خدا من نمیدونم الان کجا قرار گرفتم، میخوام تو بیای. خدا من اجازه میدم در زندگی من دخالت کنی. جامو محبت تو بیا، دیوارهایی که خودمون ساختیم، قفسهایی که خودمون ساختیم، امروز بیا با محبت خودت بشکن خدا من. هللویا خدا من، اعتماد به تو داریم و باور میکنیم پدر جان که عاشقانه دوستمون داری. با عشق عظیمت
دیوارهای ما رو فرو ریز خداوند. خداوند بیا با صدای نرم خودت جایی که خودمون توی قبرهای خودمون افتادیم بیا زنده کن خداوند. در نام تو عیسی مسیح، نام تو که به الازر گفتی الازر بیا بیرون، امروزم در نام تو این نبوت رو میکنم، در نام تو این نفسا در نام عیسی مسیح بیاریم بیرون، بیاییم بیرون در نام عیسی مسیح. در رویی که خودش رو قایم کرد از ترس، از نگرانی، در نام عیسی مسیح این الارم رو میکنیم. بیا برخیز، برخیز، برخیز و درخشان شد. مرسی به خدا که تو اینجا حاضر هستی خداوند. مرسی پدر جان که تو این قلب رو تو میشناسی و میدونی و روی خداوند دستای تو روی یا کارهایی که میخوای بکنی اعتماد داریم. مرسی که ما رو یتیم نگذاشتی، مرسی که ما رو پذیرفتی. پدر جان دعا میکنم خداوند این نه با عقلمون بلکه واقعا در کلیسای ما پدر جان شفاعت میکنم، در همه ما، منم توش هستم خداوند، مکاشفه بزرگی بشه خداوند. آمین. که خداوند از این رفتارهایی که ما میکنیم خودمون آزاد بشیم خداوند. با این دعا این کلیسا رو برکت میدم پدر جان. کلیسا مال توست و تو سر این کلیسا هستی جان. تشکر میکنیم کارهای عظیمی که خواهی کرد. آمین. آمین.